بچه شد. کجا این پس شما؟ با کلی بدبختی کشوندمش تو مغازه گیرش انداختم. خودش میگه تراکت پخش کنم، ولی حقیقت من دستش تراکتی ندیدم. آقا فیروزه بود اصلا حریفش نمیشدیم. آرسن لوپن یه واسه خودش. فیروز اونجا چی کار میکنه؟ اومده شناسنامه و دفترچه بیمه آقا فریدون رو ببره. ویلکام بابا، ویلکام، بیا بریم بابا. بیا بریم. الو چی شده بابا؟ ما یه نیم ساعتی از خونه زدیم بیرون. الان ما توی پاساژ بزرگیم، همونجایی که آرزو داشتیم یه جفت جوراب ازش بخریم. معلومه دیگه، پرساخمم رفته خرید کنه. باش، خدافز. نوید، کجا موندی تو؟ پرسه خانم از اونوری رفت، یه بریم دیره. کوکو، کو اینه، تویی ها، تو، آره، آره. این آقا همین امروز صبح داشت یواشکی یه چیزی میتپون توی مغازه. من و شفق از پشت یهو گرفتیمش، حالا آقا میگه تبلیغاته. ببین بهم بگو چرا، واقعا چرا اون دلارا رو بینداختین تو مغازه من؟ میخوایی پشتویی بکنین؟ آره میخواستین آبروی من رو ببرین؟ چرا چرا چرا؟ آقا من تراکت پخش کنم، اگه ناراضی برو در مغازه تو بکن، هرچی انداختم تو بردارم. دروغ میگه، دروغ نگو. این همون مرد تنهای شبه که هر شب دلار میندازه تو مغازت، قیافش داد میزنه خلافکار، زرد کرده. ببین زرد کرده. چرا زرد کردی ها؟ چرا چرا رنگت پریده ها؟ بگو. آقا زردی صورت من به خاطر کمخونیه، منو چه به دلار و خلاف. هیچی دیگه، همه عالم آدم فهمیدن که یه نفر پیدا شده دلار انداخت تو مغازه تو. حالا توقع داری خودشو نشونت بده؟ پیدا کردم، شناسنامه و دفترچه بیمه. آی با تو هستم ها. ببینم فریدون تو کار دلاره؟ خواسته به دیگه، هرچی هم بهش میگم آقا پول نقد توی مغازه نگه ندار به خرجش نمیره. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ زل زدی به من؟ لابد فکر میکنی کار فریدونه؟ آره؟ نه بابا، اون جون به اسرائیل نمیده، بخواد به من دلار بده. من نمیفهمم شما چرا اینقدر کشش میدید این قضیه رو. عزیز من اردیش کار، بیا همین الان مغازه رو باز کن، این بنده خدا رو ببر اونجا. اگر راست میگه ولش کنید بره دیگه. بیور بیور روز گرم. بیارش بیارش بیار. شما برید در مغازه، من با موتور میام. من هم میرم بیمارستان اینا رو بدم به آقا فریدون. موضوع این باشین ها در نره. آبا این که جرمش مشخص نشده من خودم میبرم. بچه خوبیه دیگه بابا. الو الو اردشیر، الان رفت تو صرافی، گفت میخواد دلار بگیره، فکر کنه حدود 500 تا. حالا اومد خبرشو بهت میدم. بفرما آقا. چیه هرشی اینا دولاره؟ دولار چیه؟ اینا نگاه کن چقدر ریختی؟ یکی بده ببینم چی نوشته. آقا دیدی من که گفتم تراکت پخش کنم که بابا ما رو به چه دولار مولا؟ 28 اکتبر؟ چقدر این تاریخ برای ماشناست؟ دیگه جای شنیدم ها. آقا ببخشید واقعا شرمنده، راست میگفتی تو. فقط یه سوالی من همیشه برام پیش میاد، شما که از اینا پخش میکنی چرا یه دونه نمیذاری؟ این همه خب من با یه دونش میفهمم، دور دنیا در 80 روز دارین، اینجا رو دارین، اونجا رو دارین، این برو دارین، اون برو دارین، همه جا رو دارین. آقا من خسته بودم، دیدم زیر مغازت بازه، گفتم همه رو بریزم بپیچم به بازه. خیلی کار اشتباهی کردی، خیلی کار اشتباهی کردی، تو وجدان کاری نداری. تو اینجوری نگاش نکن، تو بیا با کار داره. به من چه؟ بیا با کار. اینا کو؟ اینا رو جمع میکنم. برو ببین. بیا بیا همه اینا رو بگی. تاش نکن، تاش نکن. میری تک تک خونه‌ها اینا رو پخش می‌کنی، خونه ای هم یه دونه، فهمیدی؟ تا تو باشی الکی به دیگران تهمت نزنی، وقت ما رو هم بیخود نگیری. ای چیه؟ تو هم برو برو به کارت برس.
وجدان کاری خونه یه دونه یه دونه آه. بیا خوبی کن، حالا اگه خود دزده بود همین خود شما از من تشکر میکردی. نه این راست میگه. چی را راست میگه؟ شما چه کاری که تشخیص میدی کی راست میگی دروغ؟ وای ببین اگه از روز اول به من گفته بودی که اردشیر اینجوریه دیگه الان هر کی از راه میرسه یقش نمیگرفتم بگم دزد. اون نرو واسه من، تو اون نرو، یه نگاه به من بنداز، خوب بنداز که من خوب بشناسی. ببینم من خبرچینم، من آدم فروشم، من بد کردم این سینمو کردم مخزن پسرت که آب تو دلتو تکون نخوره؟ مخزن، مخزن دیگه چیه؟ حالا برات تعریف میکنم مخزنو، مخزنو اسرار پسر پنهونکارت، میفهمی؟ پسر بدهکارت. آقا گوه من 11 سال این راز رو تو این سینم حبس کردم فقط به خاطر اینکه غمخوار همسایم باشم. پدری کردم برای پسر تو که شما راحت زندگیتون رو ادامه بدین. حالا شدم بدهکار؟ این رسم همسایگری دست شما درد نکنه. متشکرم. ببخشید من معذرت میخوام، متوجه نشدم. چرا حرفتو میزنی بلا فاصله میگی معذرت میخوام؟ چی رو معذرت میخوام؟ حرفتو گفتی دیگه. ببخشید من ماشم تموم شده. کیفو ببین نقمه خانم. آره چی دسته هایی داره؟ 250 تومنه. نه خیلی گرونه. اینو ببین نقمه خانم. چی خوشگله مارکه. الو بابا. الو نوید بابا، الان تو چه موقعیتی هستی؟ ببین این فریسا خانم دست گذاشته روی لباس، میخواد بخرتش. فکر میکنی قیمتش چنده؟ 900,000 تومن. تکرار کن، 900,000 تومن. 900,000 تومن برای لباس؟ بعد من یه سوال دیگه از شما دارم، اینو وضعشون خوبه؟ تو کل زندگیش تمام لباساش 100,000 تومن؟ نه این خیلی مشکوکه بابا، چشم ازش بر ندار، هر مورد مشکوکی دیدی سریع به من گزارش کن. نمیدونم دیگه، هر چیز مشکوکی، هر چی چه اصلا کیو دیده کیو ندیده، بلخرجی داره میکنه، بریز به پاش داره، اصلا کجا رفت کجا رفت، هر چی بابا، هر چی دیدی بهم بگو. آره خدافظ بابا، خدافظ. ای بابا هم که همه جا پخش کردی. 28 اکتبر. لولهیلی کلکته گلن بامبولی، گوشه زندنده گلن بامبولی. اگه به جایی که بشی چی بود اون؟ چی بود؟ مخزن الاسرار. آها، اگر به خود من میگفتی یا هر جوری بود از این ور اون ور جور میکردم که بلکم زودتر به پولت برسی. واقعا؟ بله. خب الان بده دیگه. الان تنگه. چی تنگه؟ یعنی منظورم دست و بالم تنگه. اگه 11 سال پیش بود حتما یه جوری جور میکردم و میدادم که اینجوری نشه دیگه. آقای کاوه 11 سال پسرت اینها اومد، همین حرفای تو رو به من زده. چی شده؟ هرچی بابا جون. آه بابا ببین، هرچی به خودت و خانواده و منو جفا کردی بس دیگه. از بچگی همین اخلاق بدو داشتی. بابا چی داری میگی؟ من 2 دقیقه رفتم بیرون اومدم، یاد چی شد؟ یادته تو زیر زمین چی؟ گفتی سلیمون ال بود و بل بود و این چیزا، یادته؟ آقا جون تو رو خدا اسم اون سلیمونو برا من نیار دیگه. بابا اصلا اونو میبینم که حیر میزنه. اون کمال قدیم بود، ای آدم بدی بودا تو عروسی آبرو تو نمیخرید. رفتی تشکر کنی؟ اصلا به رو خود دووردی؟ هی بشین پشت سر این و اون، ای انگ بزن. چیکار کنم آقا جون؟ چیکار کنم؟ الان برم ازش معذرت خواهی بکنم خوبه؟ بله. خوبه واقعا؟ بله. باشه دیگه. باش خوب. باش. چشم. رفتی. وای اردشی بابا حواست کجاست؟ ما هنوز تو مغازه این در قب در می رفتیم. چی پسری تو تربیت می شکرم؟ ببخشید الو چی شد؟ الان آژانس مسافرتیه.
من که نمیفهمم این چی میگه، یه جوری صحبت میکنه آدم گیج و ویج میشه. ولی چیزی که از حرفاش فهمیدم این بود که 28 اکتبر باید یک جایی باشن و برگردن. خودش گفت برمیگردم برای توضیح میدم. چیز تو همین مایه ها. صبر کن ببینم. 28 اکتبر. افتم چقدر آشناه 28 اکتبر. دارم میرن گرجستان. تبلیس و با جشن ملی گرجستان هر سال نیمه دوم اکتبر برگزار میشه. تو میخوای بری گرجستان؟ من که نه، گفتیم با پریسا بلندشیم بریم یه جایی که با آداب رسومش آشنا بشیم، وگرنه کنسرت که همه جا برگزار میشه، همین ولایت خودمون ماه پیش هر ماه کنسرته. کنسرت؟ آره دیگه، ساز آواز میخونن، کنسرت. کنسرت؟ ببینم تو واقعا جدی میگی؟ نه شوخی میکنم، جدی میگم دیگه. ببین من کنسرت رو نگفتم، تو واقعا میخوای بری گرجستان؟ آره دیگه، به ما نمیاد بعد 11 سال حقمونی. چرا حق تو هست، ولی آخه تو جوری از فرهنگ و رسوم کشورهای مختلف صحبت میکنی، هر کی نداره فکر میکنه وجب به وجب کشور و گشته و فرهنگش آشنایی. میخوای بری اونور پول خرج کنی واسه چه شعار میدی؟ من وجب به وجب کشورمو گشتم، با فرهنگش آشنام، شعور ندارم. من شعور؟ هیچی، بیدلش. الو آجو، شما رفتی؟ باش. نه نه، من یه جای کار دارم، من بعدم میام. آره باشه، میدونم آقا جون، میدونم، نگران نباش، من خودمو میرسونم. چشم میرسونم دیگه. چشم خداحافظ. شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. شما من رسوندی. شما سوار ماشین من شدی. ببخشید یه لحظه. فرمی خانم اینترنتی پرداخت کردین؟ آخه چرا پرداخت میکنی؟ خب آخه هر دفعه شما منو میرسونین حساب نمیکنین. بعدشم ببینم آقا شاید مگه شما به این شرکت کمیسیون نمیدین؟ آقا این یه چیزی بین من و شرکت، اصلا چه ربطی به شما داره؟ ببخشید. نه یعنی منظور من اینه که آقا جان من از اول زندگی که من یه حرفو نباید 100 بار واسه شما بگم، یه حرفو یه بار به آدم میگم. بله؟ فرمی خانم منظور منو اشتباه میگیرین دیگه، منظور من این حرفا نیست که. ببین آقا شاهد، از این به بعد لطف کنی اول منظورتونو بگین بعد حرف اصلیتونو. بله چشم. با اجازه. نه نه فرمی خانم، کجا میخواییم برین؟ ببخشید شما درباره من با خانوادتون صحبت کردین؟ بله با مادرم حرف زدم. ایول. ولی ایشون دقیقا همونیو گفتن که من بهتون گفتم. شما باید بهشون توضیح بدین دیگه، باید بهشون میگفتین که آقا این درمی میخواد درس بخونه، نمیخواد همینجوری خنگ و بی سواد بمونه، که این ادامه تحصیل میده. خانواده ندارم، خانواده ندارم. شما بهشون بگین آقا این آدم بی خانواده است، از دار دنیا یه دونه داداش داره که از خودش کوچیکتر، دانشجو هم هست، اگه خیلی اصرار داری برش داره بیاره. اینجوری که نمیشه آقا شاهد، پدر مادر نداری، بالاخره عموی دایی خاله ای یه چیزی داری دیگه، یه بزرگتری داری، از زیر بوته که به عمل نیومدی آقا شاهد. اینا سنت. آقا جان من شما اون ورشو کلیم بکن، خانواده رو ما ردیف میکنیم. چشم. ببین من 100 دفعه بهت گفتم از این جنس ادبیات خوشم نمیاد. دلم نمیخواد اگه چند وقت دیگه حالا قسمت شد تشریف آوردی پیش خانواده، اونا فکر کنن شما آدم لومپنی هستی. نه اصلا ادبیات که خیالتون راحت باشه، ببین من الان دارم همینجوری دستورات شما رو انجام میدم، اصلا من چند روز فقط دارم مطالعه میکنم، باور کنید. بله من هر شب دارم کتاب میخونم. آفرین. بله غروب غم انگیز یکش رو اصلا میتونم سطر به سطر واسه شما توضیح بدم. این سالهای سرد سکوت، چه میدونم اشک مهتاب، همه رو خوندم. ببین آقا شاهد، من منظورم که از این کتابا نبود، که منظورم کتابیه که شما رو وادار به تفکر کنه. نه
تفکر که اصلا خیالتون تخ ردیفه ردیفه. ولی من دارم یه کتاب میخونم، زیر باران عشق. این داستان یه دختره است، این خاطر یه پسری رو میخواد، اون پسر خودش عاشق یه دختر دیگه است، اون دختری که این پسر میخوادش باباش قولش رو به یه پسر دیگه داده. آقا من الان اینقدر همینجوری دارم تفکر میکنم اصلا گیر کردم، الان چند شبه که من اینجوری چارچنگولی تو تفکر موندم. خیلی خوب خیلی خوب. ببین آقا شاهد، اصلا قسمت تفکر رو بذار کنار، بهش فکر نکن. خب من به وقتش خودم بهت میگم چه کتابایی بخونی. بابا شما اصلا از پایه خرابی. خلاص آخه من باید کلن بکوبمت از نو بسازم، اینجوری نمیشه. ایول ایول، اصلا پروین خانوم خدا شاهده که این شاهد نیازمنده یه معماریه مثل شما. کی بکوبی؟ ببین آقا شاهد، قبل از کوبیدن و ساختن یادتون نره اول خانواده. با اجازه. این که باز نمیشه. بله چشم، خداحافظ شما. خداحافظ خداحافظ. پس پروین خانوم من آنلاینم، هم دیگه همین بغلا هم میمونم، شما تاکسی خواستی من دو دقیقه خودم میرسون. آقا برومو بردی تو محل کارم. ای خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید. خداحافظ. ای سلام. به به، میبینم آماده شدی داری میری دنبال امر خیر. بلنگه شما زودتر رفتی سراغش. سراغ کی؟ امر خیر دیگه. این که تاکسی اینترنتیه، منم که مسافر. آخه نه اینکه تاکسی اینترنتتون همیشه همین راننده رو واسه تون میفرسته، گفتم شاید خبری باشه. آه راست میگی. ای بابا مردم به چه چیزایی اهمیت میدن، ول کن. بله دیگه. نه خانم، من سوالم یه چیز مشخصه، من الان دارم به شما میگم این آقای عینی این جلسه اضطراریشون کی تموم میشه. همین. بله بله دیگه. عزیزم من که همیشه موفقیت تو خواستم، نه اینکه خودت گفتی من اهل ازدواج و اینا نیستم، اینجوری گفتم. من هنوزم میگم اهل ازدواج نیستم. باشه عزیزم، تو ایشالله خوشبخت بشی. فقط آقا شما بهشون بگید من تماس گرفتم. شاهد، شاهد عینی. بله بله دیگه. بله خانم، مگه من با شما شوخی دارم؟ بله من دارم جدی به شما میگم. بله دقیقا. بله چی شد؟ بیا ببین چی کار کردی. یا خدا، بیا شاهد، بیا ببین چه بلایی سر دختر آوردی. نه با خانم، شما چرا؟ باشیم که دیگه خانم منظوری هم چرا؟ چکم بیل خود، چکم چکم خود. نه داشت میچی نشه. نه 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 نه، یه تصادف خیلی جزئی بوده، الان بچه ها برش میدارم میدارم. خیلی بیارش جلو آقا، اونو ولش بده بیار جلو، ولش بده بیار جلو، اون گوشه رو هل بده، اون گوشه رو هل بده. میگه آقا سلام علیکم. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. میخواستم آقای فعلی رو ببینم، کجا میتونم ببینم؟ تشریف ببرید ساختمون پشتی. اون ور. بله بله، تشریف ببرید ساختمون پشتی. آقا اون کار جلو نمیره، شما برو اون اره عمود برو برای من بیار، سرعت بیشتره. بیار جلوتر. شما هم اون فاقونو ببرش بذار تو سالن. خوبه. بکشش بینم. اینو بیارش جلوتر، اینو یه بیار جلوتر. خوبه خوبه، به من اونو بذارش اونجا. آقا 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 چیکار داری میکنی؟ نه هیچی، گفتم دفتر مدیر عامل اون پشته. این بره. بله این بره. بله بله بله. آخه نبا خانوم. وایسا وایسا ببینم چی شده. آی ای سب خیلی خوب. نه خدا رو شکر هیچی نشده. ببینم آخ ببین درد داره، یه چیزی شده این پا. نه چیزی نیست، خوب میشه. چطور چیزی نیست؟ پا شکسته مشخصه. من میگم تا دیر نشده زنگ بزن امشبم کلا کنسل کن. نه نه اصلا اون که حرفش هم نزن، دوباره فکر میکنم دارم بهونه میارم. اوه حالا تو هم این اتفاقیه که ممکنه برای هر کسی بیفته، یه تصادف جزئی بوده. تازه پاتم که چیزی نشده، یه کبودیه دیگه. یه کبودیه؟ کوفته شده. کوفته شده این پا شکسته است پر میخواد. کم کم پلاتین لازمه. ببخشید ببخشید، من تجربه دارم یا شما خانم کارآموز؟ خب میگم البته شما. پروین خانم از شما خیلی چیزا یاد گرفتم. بله ببخشید که دخالت میکنم، ولی انقدر مصدوم دیدم که فرق شکسته و کوفتگی رو بفهمم. بس کنین دیگه، من تو مطمئن نشم اونا رو نگران نمیکنم. میدونی که این آدم هیجانیه دیگه، دنبال همین چیزا میگرده. میگم که اینا رو اصلا ول کن، این یارو که زده به این در نره، من برم به حراست بگم. چی چیه؟ وایسا ببینم چی چی برم بگم. مگه جوون مردم دزدی کرده؟ زده؟ خود زده که زده، اتفاقی که ممکنه برای هر کسی بیفته. بنده خدا بیرون وایساده، تازه دست فرمونش خیلی خوب بود، هر کسی دیگه ای جای اون بودا زده بود قلب پاش از هفت جا میشه.
بله. آره مرد خوبیه، تفلی دم درم داره بال بال میزنه. خبریه؟ چه خبری؟ آخه چه خبری؟ همش تو دنبال خبری. بفرمایید. سلام. به به آقا اردشیر، خوش اومدی. کم صف بسته میشه. خواهش میکنم، گفتم بیام یه سری بهت بزنم، این دور و ورا بودم. آفرین آفرین آفرین، چه دم و دستگاهی رو انداختی. مبارک مبارک. ببخشید دست خالی اومدم. آ قابل شما رو نداره. اه عکس خودته؟ میتونم ببینمش؟ به به چه عکسی، یه نگاه عمیق خیره به دور دستا و یه لبخند که میگه مشکلات زندگی رو زیر پا گذاشتم. شما چطور؟ اینا نگاه کن، پاندای کنفوکار، من عاشق این کارتونم. خیلی خوبه، من خیلی چیزا از این خرسه یاد گرفتم تو زندگیم. خیلی کارتون آموزنده بود. ببخشید مثل که مزاحم شدم، من فقط اومده بودم تشکر بکنم. برن تشکر برای چی؟ بابت اون پاکته و اون پولی که توش پسر فیروز دیده بود. به هر حال هم ما رفیق قدیمی هم فامیل، آبروی تا آبروی منم هست. آره دست درد نکنه، ولی من خیلی دوست ندارم کسی بهم ترحم بکنه. ازت مبارک میشه. میبینم با کشورهای خارجی هم کار میکنی و بین المللی. این ژاپنه؟ نه کره است. شمالی؟ جنوبی. جنوبی. بله با جنوبی هم کار میکنی. من یه سوالی داشتم ازت. ببین سلیمون، بلش کن، من خیلی کار دارم، سرم شلوغه، بعدن ازت میپرسم. خداحافظ. مبارک. خیلی مبارک. حالا سلام آقا چون. نه من رد این یا رو رد زدم. همین دلار اندازه دیگه. دلار انداز، اون کچی که دلار میانداخت. آره. نه هنوز مطمئن نیستم. چی؟ نه آقا شما نگران هست. قبل از اینکه خواستگارا برسم من خودم رسوندم. آره. حالا که نمیتونم به تو بگم آقا چون. بابا بعد از زنگ. یه پژو 405 نوک مدادی زغالی فیلی رنگ اومد واسه. خب نشو می نشو که یه عدده که خسته جلو ماشینش آوردم. هنده کنفوکار
چی شد؟ هیچی، اردشیر خان که جواب نمیده، نوام گوشیش خاموش، آبرومون رفت. نگران نباش مادر جون، لابد تو راهن دیگه، اینقدر حرص نخور مامان، آروم بگیر. ببین انوش و فرسان هم سر کوچه دنبال اردشی، نگران نباشی. خیلی خوب، تا اون موقع میشاله نوا پیداش میشه. چرا اینقدر هرس میخورین شما؟ آخه این پسرا یه روده راست تو شکمش نیست، شما که میبینید. به ما بده نیما، کمربند منو بده. فقط ندو الان میخوری به یه چیزی، یه چیزی مشکنه. من نمیدونم این چه بوزیه، نه عروس هست نه بوهای عروس هست. خب باید باشیم دیگه. نه آقا صابر، عروس رفته گل بچینه. رفته گلا بچینه. ها من جواب میدم. دیدی من گفتم به موقع میان؟ ها کیو؟ ها بیا بالو. داماد با مادرشه. کمک! یکی به دادم برسه کمک! قصه اینجا نیست؟ آن! کمک! چه خبرت کارگار گذاشتی رو سرت؟ توی سرای ما خیلی نامردی، خیلی خیلی نامردی. مثلا من و تو با هم دیگه رفیق بودیم. ببین جون، هرکی دوست داری بذار من برم، من زن و بچه دارم، منو نکش، نذارو به جز اون دوزی گناه قتل من بیافته گردنت باشه. چرت و پرت میگی، قتل کدومه؟ میخوام باهات دو کلم حرف حساب بزنم. میخوام نزنی؟ آدم با چماق و گروگانگیری حرف حساب میزنه؟ آخه پسر خوب، از رو دیوار پریدی اومدی تو، نگهبان فکر کرده دزدی زده تو سرت، نوازشت کنه؟ اولا به من نگو پسر خوب، بعدش هم ببین، من قبل از اینکه بیام اینجا یه جی پی اس تو خودم کار گذاشتم، یه جایی هم گذاشتم دسترسی بهش خیلی سخته، به همین راحتی نمیتونی پیداش بکنی. آره الان همه میریزن اینجا، بس این دستم رو واکو بذار من برم. بخیر، متوجه شدم حالت خیلی خرابه، دستت بازه. بازه؟ به من چه؟ خب فضای اینجا یه جوری آدم احساس کنه دستاشم بسته است. بیا برا بابا. باشه من میرم، اما بدون با پلیس برو به 10 برمیگردم اینجا. نه یه 100 تومن بذار روش، با پلیس 110 برمیگردم اینجا. آره یه دقیقه واسه کارت دارم. دست من نزن جیغ میزنم. و قرار شد بذاری من برم. ببین جرم تو بیشتر از این سنگین نکن، اگه میخوای منو سربنیستم بکنی سربنیستم کن، چون هر کی دوست داری شر نیستم نکنی. ببین یه پیشنهاد دارم برات، اگر خوب نبود هر کاری دلت خواست بکن، برو بگیر بشه یه دقیقه. خیلی خوب باشه، پیشنهادت رو گوش میدم، ولی ببین ازت نمیگذرم ها، ازت نمیگذرم ها. باش ولی زود بگو، من امشب خیلی کار دارم، کلی مهمون خونمونه، خواستگاری دخترم نواز، دا سلامتی من پدر عروسم ها. میشنوم. خیلی خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. ممنونم قربان شما، قدم رنجه کردید. اختیار دارید. تعریف نکنید، میوه بردارید. چشم، حتما. دختر گل ما کجاست؟ تو راست چند دقیقه دیگه میرسه. خب واقعا کارش خیلی حساسه. درست. شما چرا بیکار نشستید؟ از خودتون پذیرایی کنید. من الان خدمت میرسم. بفرمایید. جواب بده. پسر خدا چی شد بس؟ با جابرون داره میده که؟ هیچی آقا جون، نوا در دست رسی سردشیرم جواب نمیده. چی کنم؟ ایفای خود بر سرم، یعنی چی که جواب نمیده؟ نمیتونم. دختر عمدن جواب نمیده. خب نمیخواد پس چرا میگه من میام؟ آخه شو شوق هر شب ما باید استرس داشته باشیم برای این. امه خانم دیگه کسی نیست بیاد اینجا بپرسه چه خبر شده؟ یعنی چی؟ والا به خدا مهمونا رو ول کردیم، پاشدین اومدین تو آشپزخونه چسبیدین به من که چی؟ من اضافه بودم. آیا فعلی این موبایل این آقاست، نگهبان داد. برو مواظب باش کسی نیاد تو. چشم. بیاینم گوشیت. یه چند تا تماس داشتی، ببین کیه، نگرانت نشه. گوشی من دستو چی کار میکنه؟
ولی رفتی توش تماسا رو چک کردی؟ تو خجالت نمیکشی گوشی یه وسیله شخصیه مثل مسواک. به جای این حرفا برو به پیشنهادهای من فکر کن. یه خورده مشورت هم بگیر، شاید به نتیجه رسیدی. خودت که نمیرسی. مشورت بگیرم؟ مشورت چی بگیرم؟ تو 11 سال زندگی منو پکوندی رفته. الان داریم وارد 12 سال میشی. مشورت بگیر. تو میدونی تو این مدت ما چی کشیدیم؟ تو این مدت از شکم زنم، بچه‌ام، خودم، کل خانواده‌ام زدم. تو الان من اینجوری نگاه نکن. سرخ صورتم از سیلی، اما زرد تنم. نه، نه. جواب من یک کلمه است، نه، نه گنده. با هر کی هم مشورت کنم اونام همینو میگن. اومدی یه مش دلار ریخت تو مغازه من و فکر کردی که تموم شده. آره دیگه، شبا راحت با وجدان آسوده میتونی سر روی بالش بذاری. پس این عمرت دست رفته، منو کی میخواد جوابش رو بدی؟ ها عمر تو یکی که میگذشت، چه با پول چه بی پول. میگذشت؟ بله میگذشت، خیلی چیزا میگذره، اما اینکه چه جوری میگذره مهمه. میتونست خیلی نرم و روون و راحت بگذره، یا میتونست مثل این 11 سال من سخت بگذره. سخت میفهمی یعنی چی؟ خیلی سخت. میگه میگذشت. بعدش من یه سوالی دارم، میخوام بدونم تا کجا فهمیدی من پول نقد میشم؟ از بعد چه جوری نقشه کشیدی که کی کجا چه جوری به این پولا رو از من بزنی؟ بعدش تو پولا رو می‌خواستی از من بزنی دیگه، چرا اون خورجین و قفل و کلونا رو برداشتی بود؟ من متوجه تماس تو آقا کاوه شدم که یه مشتری خوب اومده، فقط کافیه بری یه امضا بزنی تو محضر پولاتو بگیری. ها؟ از طرفی ماشین نداشتی، گفتم با ماشین من بری چون سویچ یدکشو خودم داشتم. خیلی جالبی. یه ماشینم گرفتم دنبالت اومدم، با خودم گفتم یا از پولات غافل میشی پولا رو برمی‌دارم یا دست از پا دراستر برمیگردم تهران، که خوشبختانه غافل شد. خوشبختانه نداره، خیلی هم بدبختانه. بعدش هم نمیدونستم پول تو چمدونه یا خورجین، تصمیم گرفتم هر دوتا رو با هم بردارم. خیلی نامرد، خیلی نامردی ها. بابا من تو قرار بود با هم دیگه شریک باشیم، چرا این کارو کردی؟ بردشی من خوب میشناختم، حس کردم دو دل شدی. بعدش هم من پولی نداشتم باهات شریک شم. تو پولی نداشتی؟ تو دیگه کی هستی؟ تو دیگه کی هستی؟ پول نداشتی بعدا میخواستی با من شریک شی؟ پنجا؟ خلاصه ببخشید دیگه، طمع کردم پولم رو توی کار بساز بفروشی سرمایه گذاری کرد. دو روز قبل رفتن تو فهمیدم که طرف فلنگ و بسته و در رفت. منم که خیلی به هم ریخته بودم و تا اینجا زیر بار قرض. ببخشید، تو هم نمک نشناسی، هم احمقی، هم نادونی. خب از آقا جون من کمک میگرفتی؟ مگه بعد از اینکه ننه آقاتون تصادف بردن، خدا رحمتشون بکنه، آقا جونم تو رو زیر بال پر خودش نگرفت؟ مگه نیورد پیش خودمون؟ مگه همون غذا که تو دهن منو داداشم میذاشت تو دهن تو نمیذاشت؟ آقا کاوه آدم خیلی خوبیه، تا همینجاش هم منتش رو سر ما هست. حالا نخواستم اذیتش کنم. بعدش هم حق تو داداشتو که نمیداد به من. ولش کن این حرفا رو. گله پسر آدمات، من یه سوال داشتم، شما که در واقع میرید از جوکی جونه برا حمایت میکنین، این آخرش چی موشه؟ ببخشید متوجه نشدم. من که این آدم دارم حرف میزنم، چرا نمیگیره؟ یعنی این که شما از جوکی جونه برا حمایت میکنین حیوانا رو، این فایده چیه؟ سودش چیه؟ آره دیگه، از انقراض نسلشون داریم جلوگیری میکنیم. ها انقراض نسل، این سوال پیش میاد که این همه خر، حالا مثلا نسلش این انقراض میشه کجای دنیا کج میشه؟ مثلا دایناسورا بودن نیستن، الان کجا کج شده؟ هیچی. این سوز که میگم تن میرمیر میشه، اصلا نیستش مور ملخ اینا اینا باشه، مثلا کجای دنیا کج میشه؟ شاید خب اونام همین سوال از ما بپرسن. یعنی آسوس که بیاد از شما سوال بکنه که راجع به انقراض نسل من؟ نه حالا به این شکل، ولی شاید اونام فکر کنن که اگه نسل آدم منقرض بشه چه اتفاقی میفته. دیگه نه کسی خونه‌شون رو خراب می‌کنه، نه خونه‌شون رو آتیش می‌زنه، نه این همه شکارچی دنبال اینن که اونا رو بکشن به خاطر تفریح خودشون. می‌دونید این رو اکوسیستم تاثیر می‌ذاره حضور اونا. ها این خوبه. آره خیلی مهمه، به خاطر که اونا دارن زندگی می‌کنن و اگر اونا حضور نداشته باشن، مثل الان شهر آلوده شده، کلی پرنده از شهر ما رفتن و جاشونو کلی حشره و موجودات موذی گرفتن، مثل همین مجلس سفید. این موذی رو من خودم دوست ندارم، یعنی اصلا حرف شما رو گرفتم که چی میگه؟ یعنی در واقع یک جونه بالا اگه انسان نبود، این آدم داشتن زندگیشو می‌کردن، آفت دنیا که جنگلا مرته آتش می‌گیره، اینا انسانه دیگه. من حرف شما رو گرفتم، فهمیدم. فقط یه چیزی، چون حرف تو رو عادت دارم بزنم، اینجا به شما بگم که شما عین خودم، من خیلی از شما خوشم اومد، شما عین من
ریچ هست. ریچ هست؟ باز نمیگیره چه؟ آه ساده، ریک ریراست. آها روکو ریراست، برسی، خیلی لطف داری، خیلی ممنون. به پول امروز تا الان 350 میلیون بهت دادم، 50 میلیون هم بهت میدم. کی تو 12 سال میتونست با 30 میلیون اینقدر سود برسونه بهش؟ سود برسونی؟ داری منت سر من میذاری؟ یه نگاه به خودت بنداز، یه نگاه به من بنداز؟ تو الان زمین داری، باغ داری، خونه داری، ماشین داری، کارخونه و ویلا داری، ولی من چی؟ هیچ. یه موتور دارم، سه چرخ. باشه یه آپارتمانم بهت میدم. خب؟ مگه نوار نمیخواد بره خونه بخت؟ چرا؟ اون ماشین شاسی بلندی هم که دم در خیلی دوستش داری، اونم مال خودت. اه؟ مال خودم؟ معلومه که مال خودم. فکر کردی چی؟ این ماشین حق منه، سهم منه، مال منه. بگیرم از این اتومات هاست؟ حالا که من با وسیله خودم اومدم، اما خب اینو من ازت میگیرم، فقط اینم نمیگیرم، همه چیو ازت میگیرم. آره همه ی حقم. ارزشه فقط اینو بدون من برای جمع جور کردن این سرمایه خیلی زحمت کشیدم. زحمت کشیدی؟ خیلی. تو آرز دست تو جیب من مستضعف بوده بعدا میگی زحمت کشیدم؟ باره بریم بابا. طب یه سوالی داشتم آقای سلیمان، آقای دوز، آقای انگل جامعه. ببخشید اینجوری خطابت بکنم و میخوام بدونم این 2 سال آخر چی شد که این وجدان خوابیدن یهو از خواب بیدار شد گفت به این اردشیر بدبخت بی‌نوا یا فلک‌زده کمک کنم این دلارا رو بهم دادی؟ اصلا چرا دلار؟ چرا ریال نه؟ اول از همه هر وقت انوش میومد خبرتو میگرفتم میفهمیدم اوضاع خوبی نداری، خیلی حالم گرفته میشد. آخه چقدر تو مهربونی. بعدشم این کارگارو تازه 3 سال توسعه دادم و 2 سال به سوددهی رسیده. از سودشم سهم تو برمیداشتم و تبدیلش میکردم به دلار که حجم کمتری بگیره بتونم از لای در مغازت بکنم داخل. آه پس فقط به خاطر حجمش بوده. تازه فکر همه جارم کرده بودم، دلارها رو مرتب نمینداختم که نتونی ردمو بزنی. خیلی جونه وری، خیلی جونه وری. در واقع شغل آبا و اجدادی ما تو ولایت قفل‌سازی بود، کلون‌سازی بود. چه خوب. خیلی هم کار سختی ها، میدونی چرا؟ اینا باید میرفتن آهن میبودن. آهن، خواهش میکنم، آهن مخصوص زرد رنگ اینو میذاشتن تو کوره، یه خورده که نرم شد با پوت میزدن. آره من شکلای مختلف ازش دارم، مثلا توی گاب شطور. نواست الو مادر، خدا رو شکر. کجایی داری میای؟ بیا دیگه. چی؟ بیمارستان؟ ای وای بیمارستان شکسته؟ خدا مرگم بده، کدوم بیمارستان؟ دیر از چی؟ ببین مارمونک، من فقط موندم تو این سالا که دست خیلی ها رو شده چطور به تو گیر ندادن؟ به خاطر اینکه من کارم خوب بلدم اردشیر، گزک دست کسی نمیدم. نمیدی؟ آره میبینم وضعیت تو، دارم میبینم آخرش گوشه زندان. ببین دقوست تو حرف نمیزنی. بس الو نغمه جان سلام. ببین من دارم میام خونه. چی؟ وای نوا؟ این اتفاقا رو شما از چشم من که نمیبینید. نه فقط من میخوام بدونم شما حواست کجا بود. همین دیگه، من نکه داشتم با تلفن صحبت میکردم. ببخشید با کی؟ ها با کی؟ خودت شما مگه از من خانواده نخواستین؟ داشتم همونو جور میکردم دیگه. ولی آقا شاید خانواده که جور کردنی نیست، خانواده داشتنیه، یا آدم داره یا نداره، همین. برمین خانم این قصه زندگی من انقدر پیچیده است. واسه خودش یک کتاب 10 جلدیه. این چیزایی که من تا الان واسه شما گفتم چه میدونم نصف جلد اولش هم نمیشه. خب جلدهای دیگه‌اش هم بگین منم بدونم. الان فقط خلاصه 3-4 جلد اول واسه شما میگم. ببینید من پسر عینیم، بازرگانی عینی بابای من. همین که بیلبورداش تو همه شهر هست،
دروغ. نه دروغ نمیشه. عین با. وای پروین خانم پاش از دو جا شکسته. دروغ. مادر چند جا؟ دو جا. دو جا. دو جا. پروین خانم میگم پاش از دو جا شکسته. کو بده ببینم. نگاه کن. پوشی کجا؟ پوشی دست منه. خیلی هم زنگ خورده ولی چون گفته بودی فعلا نمیخوای به خانوادت بگی من جواب ندادم اصلا. آرومتر بچه یه ذره آرومتر الان میکنم. الو نه من نزدیکم، نزدیکم یه دو دقیقه دیگه میرسم. چی؟ کدوم بیمارستان؟ چیزه میگم نغمه خانم آقا اردشیر چیز خاصی نیست، نگران نباشین. دو سه جای پاش خیلی ساده شکسته. الهی بمیرم براش. دو سه جای پای بچم شکسته. بگیر بشین اردشیر، اینجوری عین پاندور ساعت نرو بیا. اینجور داری قدم میزنی فکر میکنی الان نباید از تو اتاق من لیلی کنون میاد بیرون؟ ببین مگه نشینی دیگه چند جای پاش بد جوری شکسته. بگی بشین. زارب، زارب کو ها؟ زارب رو ندیدی شما؟ زارب رو دیدم. اینجاست؟ اینجاست؟ اینجاست، اینجاست. کو؟ اردشیر آقا اردشیر ای بای، ای بای، فرای خودت شما خودت